کاوه مدنی، استاد محقق کالج شهری نیویورک از تورنتو با ما هستن. جناب مدنی، سپاس از اینکه دعوت برنامه امروز رو پذیرفتین. علارغم اینکه عملاً داره اروپا با گرمای شدید دست و پنجه نرم میکنه، یعنی هر سال تابستان‌ها داغ‌تر، سیلاب‌ها ویرانگرتر میشه، در ایران هم در خبرها دیدیم که شاهد چه سیل مرگباری بودیم، منتهای مراتب با اینکه اجماع جهانی بر این وضعیت هستش و نشست‌های مکرری داشتیم تو سال‌های اخیر درباره مقابله با پدیده گرمایش زمین، اما می‌بینیم بسیار فاصله دارن با اون چیزی که در برنامه‌هاشون مطرح کردن و قراره که بهش برسن. چرا؟ فکر کنم تو یک مقطع زمانی قرار داریم در حال حاضر که توضیح این خیلی سخت نیست. این نگاه بکنیم به اطرافمون در جهان، میبینیم چه اتفاقاتی داره میفته و یک درگیری، یک جنگ مهم رخ داده، جنگی که شاید انتظارشو کسی نداشت در قرن 21 به این راحتی بشه لشکرکشی کرد به یک کشور دیگه و خاکش رو اشغال کرد. در کشورهای توسعه یافته نتونستن کاری برای اون بکنن. بحران کرونا رو پشت سر گذاشتیم تا حدی، بحرانی که نشون داد به ما که چجوری ملت‌ها و کشورها با هم حتی رقابت میکنن بر سر واکسن و ماسک و وسایل دیگه برای اینکه خودشون رو در واقع از خودشون حفاظت کنن در برابر یک بحران. جنگ در واقع انرژی رو دیدیم، جنگ میبینیم، جنگ انرژی روسیه رو با کشورهای اروپایی و اینکه چقدر این کشورها متکی هستن به اونها. بحران غذایی رو می‌بینیم، بحران اقتصادی جهانی در واقع داره کم کم نشانه‌هاش نمایان میشه. بنابراین شکاف بزرگی داره بین کشورها رخ میده و این شکاف سیاسی داره بیشتر خودش رو نشون میده. برای اینکه یک موزلی در مقیاس موزل گرمایش زمین بخواد حل بشه، ما به همکاری جهانی و بین‌المللی نیاز داریم، چیزی که امروز نشانه‌هایی که می‌بینیم نشون میده که خیلی عملی نیست. کشورها بنابراین کارهایی رو کردن، به خصوص در حوزه انرژی. کشوری که شما هستید ممکنه کارهایی رو کرده باشه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اونم به خاطر اینکه دغدغه امنیت انرژی و خوداتکایی رو داشته. اما جایی که میرسه به مرحله سازگاری و اینکه چه کار بکنه که با گرمایش بیشتر خودش رو سازگار بکنه یا با سیل بتونه خودش رو سازگار بکنه، می‌بینیم که کمتر روش کار کرده و عملاً آمادگی نداره. و اینکه انگلستان، بریتانیا تنها نیست، در آلمان هم همین شرایط رو داشتیم و دیدیم، در کشورهای توسعه یافته دیدیم، در کشور خودمون ایران شاهدش هستیم، آمریکا، کانادا و بقیه اقتصادهای خوب هم مشکل دارن با این قضیه. جناب مدنی، به سازگاری بشر با شرایط پیش اومده اشاره کردین، تواناییش رو داره در نهایت؟ که انسان بتونه، گونه بشر، اگر سوال بکنیم که گونه انسان آیا میتواند در واقع خودش رو تطبیق بده و سازگار بکنه با پدیده گرمایش زمین و آنچه که امروز دانشمندا به ما میگن پدیده خودساخته هست، یعنی تهدیدی خودساخته هست، فعلا فکر میکنیم که شاید گونه بشر بتونه خودش رو یک جوری بکشونه در واقع جلو و خودش رو سازگار کنه. اما در مورد گونه بشر صحبت کنیم، این معنیش این نیست که همه ما آسیب پذیریمون در مقابل این پدیده یکسانه. باز هم از مثالم رو در واقع کووید 19 رو به عنوان مثال انتخاب میکنم. دیدیم که در این بحران هم بعضی کشورها، بعضی از ملت‌ها بیشتر جان دادن و تلفات دادن. اونهایی که متمول‌تر بودن تونستن مقاومت بهتری بکنن، اقتصاداشون توان بیشتری داشت برای مقاومت، تونستن زودتر در واقع امکانات درمانی رو فراهم کنن و برن جلو. اونهایی که خود مشکل رو ایجاد کردن، اقتصادهای خوب احتمالاً توانایی بهتری هم برای سازگاری دارن. اونهایی که بیشتر متضررن همونهایی هستن که شاید در ایجاد این پدیده نقشی نداشتن. به قول معروف هرچی سنگ مال پای لنگ، و باز هم فقرا هستن که بیشتر از این قضیه متضرر میشن. بعد در این فرایند جایگاه ایران رو کجا میبینید؟ چه در بحث آسیب پذیری، چه در بحث سازگاری؟ کوتاه بفرمایید. ممنون میشم.
ایران خب میدونیم ایران هم درگیری های بسیار زیادی داره، کشوری که اقتصادش درگیر، اقتصادش با هزار جور مشکل داره میجنگه، عملا فرصت این رو نداره که به مسائل دراز مدتش بپردازه. محیط زیست و مسائل گرمایش جهانی رو به عنوان یک موضوع دراز مدت میبینه، موضوعی که اولویت براش نداره توی موقعیتی که سعی میکنه که به بقا فکر میکنه و میخواد دووم بیاره و مقاومت کنه در مقابل فشار. بنابراین فرصتش حتی برای ترمیم و تجدید و احیای بعضی از چیزهایی که از دست میده کمتر و کمتر میشه. مردم ما هم که خب میبینیم که چگونه دارن آسیب میبینن از انواع و اقسام مشکلات، این هم میاد روش و شاید حتی این درد حس هم نشه، اینقدر دردها زیاده که این درد در مقابل دردهای دیگر شاید حس شدنی نیست. سپاس از شما. کاوه مدنی از تورنتو.